به نام خدا عرض سلام خدمت مخاطبین و محترم هر کس که صدا و تصویر من رو میبینه و میشنوه یه مقدار طبق اون چیزی که قبلا شاهدش بودید برنامه ما عوض شده هم روندش هم دکورش باید تشکر بکنیم از بعضی از دوستان اعلام همکاری کردن اعلام آمادگی کردن ما با همدیگه کاری رو شروع بکنیم و برنامه ها رو یه مقدار با کیفیت بالاتر و بیشتری زد بکنیم خب حالا تا اونجایی که خدا توفیق بده انشالله برنامه رو جلو میبریم مسئله ای که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم مسئله قرآن سوزی در سوئد و دانمارک و واکنش هایی که به اون انجام شد اما نه از طرف مسئولین جمهوری اسلامی و نه از طرف مسئولین کشورهای اسلامی دیگه و غیره نه از طرف کسانی که مدعی حکمرانی در فردای براندازی ایران هستند از طرف خب شما میبینید یک مسئله انجام شد حد که حرمت شد نسبت به قرآن در سوئد در دانمارک واکنش های بسیار عظیمی رو در سراسر دنیای اسلام شاهدش بودیم از پاکستان از هند از مصر از افغانستان از ایران همه ای کشورهای مسلمان دیگه واکنش حد اقلی تا حد اکثری داشتن از اخراج سفیر تا رفتن به سمت سفارت و خراب کردن بسات سوئدی ها در کشورشون و غیرو تا محکوم کردن در واقع وزارت خارجه ها میخوایم بررسی بکنیم اینها چی هستن کی هستن اعتقادشون چیه که یک همچین مسئله ای رو هیچ واکنشی بهش نداشتن آیا پهلوی ها اعتقادی به قرآن ندارند اون مسئله نشون میده که اعتقاد ندارند حداقلش این بود که رضا پهلوی که راجبه نمیدونم زایش پاندا داخل چین توییت میزنه لاقل راجع به این مسئله یک صحبتی بکنه دیگه ولی ایش حرفی نزد اینا آیا اعتقاد به قرآن ندارن خب خودشون که میگن ما داریم خودشون میگن ما مسلمانیم فرای پهلوی ادعا میکنه من سید طباطبایی ام و غیره خب چی میشه که در برابر یک همچین مسئله ای که مقدس ترین کتاب مسلمان هیچ واکنشی ندارن و این حرف هم ادعای من نیست ادعای خودشونه البته اینا رو امام خمینی خیلی خوب شناختن. این سال قبل از به وقوع پیوستن انقلاب 57 امام خمینی مدام میگفت بابا نبینید این محمد رضا داره میره مشهد نبین هی این داره قرآن چاپ میکنه میده دست خلق الله اینا از ریاکاریشونه این داره این برنامه داره برای تطهیر چهره خودش حالا اون موقع بعضی از چهره های در واقع خوشخیال صورتی زمان خودشون قبل از انقلاب میگفتن آقا ببینید شاهنشاه و ببینید داره میره مشهد زیارت میکنه ببینید رفته حج ببینید داره قرآن چاپ میکنه و ولی خب اینا رو خیلی خوب امام شناخت آقا اینا همه پرده های سالوس و ریاه که اینا دارن به کار میبرن گذشت و گذشت تا چهل سال از واقعه رد شد امروز مشخص میشه که بابا اینا اعتقادی نه به قرآن دارن نه به حقانیت اسلام دارن اصلا کاری به این چیزا ندارن بریم با هم دیگه بررسی بکنیم آبان ماه 1346 فرای پهلوی یک دستخطی رو میذاره روی قرآن مینویسه توی قرآن با هم دیگه فرازهای ازش رو بخونید شما میجا تصویرشون رو ببینید برای من مایه کمال و افتخار است که ترجمه و تفسیر فارسی قرآن کریم را به ملت عزیز ایران و به کلیه مسلمانان فارسی زبان جهان اهدا میکنم از درگاه اهدیت مسئلت دارم که همواره کشور و ملت ایران را از عنایت عالیه خود برخوردار فرماید و به ما ایرانیان سعادت آن دهد که پیروان واقعی مکتب مقدس قرآن باشیم مکتب مقدس قرآن ولی حالا واکنشش نسبت به حد حرمت قرآن چیه؟ اینه که روح الله خمینی اینها رو اون سالها شناخت و خیلی ها نشناختن اینجا مشخص میشه حالا بریم جلوتر نامش جالبتر میشه مثلا یه عباراتی به کار میبره اینجا که حالا داره میگه مثلا من خودم در واقع به خاندان مقدس نبوت منتصب هستم و اینجور مسائل تا میرسه به اونجایی که میگه از درگاه خدا باز دوباره مسئلت میکنه که جامعه نوین ایرانی را که بر اساس روح و مفهوم حقیقی تعالیم عالیه قرآن است میگه تمدنی که آقای رزا محمد رضا پهلوی ازش دم میزد و این خود فرای پهلوی تو امور زنانه شو توی معماری ها و توی برخی چیزهای دیگه دخیل بود میگه آقا اینها با روح تعالیم قرآنی پیش گرفته شده تعالیم قرآنی یعنی یک همچین مسئله رو مطرح میکنن دیگه ولی خب الان چی شده عاقبتش فرای پهلوی سکوت رضا پهلوی در دوره حدک حرمت تو جزایر دنبال کسافتکاری با براندازهای دیگه این یک مسئله خیلی کوچیکی بود که خواستیم با هم دیگه بررسی بکنیم پس چی شد خانم فرح پهلوی چی کار داری میکنی؟ تهش جالبه ته جالبه از صمیم قلب ملت عزیز ایران و شاهنشاه و کشور را به صاحب این قرآن کریم میسپارم صاحب قرآن کریم بزنه تو کمرتو خب جری حرف نزدید این فرحه بریم سراغ محمد رضا محمد رضا پهلوی هم میاد یه قرآن رو برای خطاتی میسپاره به یه استاد نزدیک به یک سال تمام این قضیه طول میده حالا با هم دیگه ابتدای قرآن پهلوی هم این قرآنی که محمد رضا پهلوی هم اولش رو در واقع نوشته رو با هم دیگه ببینیم خیلی جالبه که میگه آقا یک سال تمام این قضیه طول داده که این قرآن نوشته بشه خطاتی بشه یکی از امور مهمی بود که باید انجام میشد یعنی دقیقا همون دوره ای که امام پرده سالوس و ریای اینها رو رسوا میکرد اینها برای تطهیر چهره خودشون از این تکنیک استفاده میکردن قرآن براشون یک تکنیک پهلوی شویی بوده تطهیر چهره بوده این مسئله است که خب به هر حال واکنشتون چی بوده چرا با هیچ واکنشی نشون ندادی؟ این فرای پهلوی رضا پهلوی کدوم گوری بودید واکنش نشون بدید حالا رضا پهلوی که تکلیفش مشخصه تو که میگی من از تبار ساداتم چرا هیچ واکنشی نشون ندادی این مسئله بود که دیدم اصلا خیلی جالبه بهش پرداخته بشه که خب به هر حال چیکار دارید میکنید واکنشتون چیه و اینجور جور مسائل تا یک برنامه دیگه خداوند نگهدار ایران اسلامی ما خداوند نگهدار ایرانیان عزیز یا علی